خب بچه ها سلام و مجدد میریم سراغ سوال 17 هم میخوای که کدام عبارت گزینه عبارت رو به نادرستی کامل میکنه؟ به طور معمول در یک مرد بالغ و سالم نوع غده درون‌ریز قرار گرفته در ناحیه سر. ببینید بچه ها وقتی میگه نوع غده، یعنی مثلا اگر شما چند تا غده پیدا کردین در اون ناحیه راجع به یکیش هم درست باشه عبارت درست، اما اگه میگفت هر غده یعنی باید راجع به همه درست بود. پس اگه بگه نوعی غده یعنی راجع به یکیش هم کافیه، اگه بگه هر قده یعنی راجب همه اون در واقع قدرتی که در اون ناحیه هست. خب ناحیه سر چی ها هم بچه ها؟ بگید اپیفیز، هیپوفیز و هیپوتالاموس. میگه توانایی ترشح هورمون وادار کننده قدرت شیری به تولید شیر. خب این چی بود؟ این هیپوفیز بود دیگه که پرولاکتین ترشح میکرد. پس پرولاکتین از هیپوفیز. بچه ها ببینید تولید شیر با پرولاکتینه، ترشح شیر با اکسیتوسین. اینا رو با هم اشتباه نکنید. در این فرد برخلاف هورمون افزاینده کلسیم خون، خب افزاینده کلسیم خون پاراتیروئیده، ما بچه ها هیچ هورمون محرکی برای پاراتیروئید در مغز نداریم. حواستون باشه هورمون محرک پاراتیروئیدی نداریم. ولی بچه حواستون هست که این یک مرد بالغ و سالمه. خب مرد بالغ و سالم که نمیتونه در موقع قدرت شیری داشته باشه که تولید شیر کنه، این ویژگی یک زنه. بنابراین این عبارت اول به خاطر اینکه جنس و اشتباه در موقع تطابق نداره غلط میشه. پس این غلطه و میتونه اصلا جواب سوال باشه. بعدی میگه که در ناحیه گردن یعنی تیروئیدی و پاراتیروئیدی توانایی ترشح هورمون تنظیم کننده میزان تجزیه گلوکوز. خب این کدوم هورمون میشه پس؟ تیروئیدی، چون تیروئیدی با متابولیسم ارتباط داره، متابولیسم هم به گلوکوز وابسته است، بنابراین میتونه تجزیه گلوکوز رو تنظیم کنه. پس این میشه هورمون تیروئیدی. هماننده میگه که نوع غده درون‌ریز قرار گرفته در ناحیه گردن توانای ترشح هورمون تنظیم کننده میزان تجزیه گلوکوز خون همانند هورمون فاقدیات. خب غده تیروئید آیا جز اون تیروئیدی هورمون دیگه هم داره؟ بله، کلسیتونین که اتفاقا فاقدیوده، میدونیم دیگه. پس میتونه هورمون فاقدیات هم ترشح کنه غده تیروئید، بنابراین این میشه درست. بعدی میگه در ناحیه حفره شکمی. خوب بچه‌ها دقت کنید اینجا رو، در حفره شکمی ما چه غدهایی داریم بچه‌ها؟ یکی پانکراس آفرین، یکی فوق کلیه است، یکی دیگه هم تخمدانه که چون مرده دیگه تخمدان نداره. میگه توانایی خب یکی از این دو توانایی ترشح هورمون موثر بر افزایش گلوکوز خونا. خب هورمون افزایش گلوکوز خونا چی بود؟ گلوکاگون بود، آفرین. دیگه چی بود؟ دیگه اپینفرین بود، نور اپینفرین بود و کورتیزول بود. که خب گلوکاگون از پانکراس و اپینفرین نور اپینفرین کورتیزول از فوق کلیه ترشح میشن. برخلاف هورمون های جنسی زنانه میگه آقا آیا ما غده‌ای داریم که اینجا بتونه هورمون افزاینده غلظت گلوکوز داشته باشه ولی هورمون جنسی زنانه نداشته باشه؟ میگم بله، پانکراس. پانکراس هست دیگه، پس این درسته. بچه‌ها ببینید درسته، ما میتونیم الان بگیم فوق کلیه چیه. فوق کلیه هم فوق کلیه چیا ترشح میکنه؟ با هورمون جنسی زنانه هم داره، هم در مرد هم در زن. فوق کلیه هورمون های هر دو جنس رو ترشح میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما مثلا فرض بگیرید مثلا در یک مرد بیزه هاش فقط مردانه میره، اما فوق کلیه های زنانه مردانه، پس هورمون زنانه هم تو بدن یک مرد میره، تو بدن یک خانم هم میره، بدن در واقع هورمون های مردانه رو میتونیم داخل بدن یک خانم هم ببینیم. درسته که این عبارت راجع به فوق کلیه غلطه، ولی ببینید همون اول سوال بود اگه راجع به یکی از اون قدرت هم درست بود، چون گفته نوعی قدرت هم روی درست میگید، نگفته هر قدرت در روز، گفته نوعی قدرت هم روز، پس این هم درسته. چهار میگه هورمونی که در قده که در ناحیه قفسه است، قفسه است اینجا بچه ها چون در واقع قده داریم، آفرین، تیموس داریم در سطح کتاب هم که مؤثر بر هورمون مؤثر بر تمایز کوچکترین بویچه های سفید، یعنی چی؟ یعنی لنفوسیت ها. لنفوسیت ها اصلا کوچکتر بودن. کدوم هورمونی که بر این اثر داره؟ تیموسین. تیموسین از تیموس سرشون میشه. برخلاف هورمون تحریک کننده فعالیت تیروئید، خب هورمون تحریک کننده فعالیت تیروئید از مغز از هیپوفیز پیشین میاد، تیموس نمیتونه اینو ترشح کنه. تیموسی در واقع تیموس نمیتونه تیموسین در محرک تیروئید بده، تیموس فقط تیموسین میده. پس در واقع این تیموس میتونه تیموسین رو برخلاف محرک تیروئید بده. پس اینم درسته دیگه، نه کاملا درسته. همین گزینه یک بلوز غلط بود بچه‌ها. اگه به جنس دقت میکنین هم اول غلطش میدونید، مگه خیالتون راحت به همین سالی. میگه در افراد مبتلا به دیابت شیرین، بچه دیابت شیرینی ها چیکار میشن؟ خب آفرین، پروتئیناشون مصرف میشه، مقاومت بدنشون کم میشه، استحکام بدنشون کم میشه، عضلاتشون مستحکم نیستن، استخوناشون شکننده، فعالیت ایمنیشون کاهش پیدا میکنه. پس افزایش استحکام ندارن دیگه، این دور از انتظار. پس این جواب سوال باشه. حالا بریم بقیه هم بخونیم.
کوچیک شدن یافته‌های چربی، بله اینا نمیتونن از گلوکز استفاده کنن، از چربی استفاده میکنن. وقتی از چربی استفاده کنن سلول‌های چربی چربیشون از دست میدن، کوچیک‌تر میشن. پس این در واقع انتظار میره، قابل انتظار جواب پس نمیتونه باشه. افزایش ترشح هورمون ضدیت داری، بچه‌ها فردی که دیابت داره گفتیم گلوکز وارد ادرارش میشه، فشار اسموزی ادرار میره بالا. وقتی فشار اسموزی ادرار بره بالا باعث میشه که در واقع این فرد آب را هم همراه گلوکز وارد ادرار کنه، بدنش دچار کم آبی میشه، واسه همین ضد ادراری ترشح میکنه که در واقع آب ادرار رو کمتر کنه. پس اینم قابل انتظار. و افزایش هاش در ترشح هاش، ببینید بچه‌ها یافتای چربی وقتی بسوزن اسید تولید میکنه، اسید چرب بدن رو اسیدی میکنه، واسه همین هم مثلا باعث اغما میشه، باعث کما میشه. بنابراین افزایش ترشح هاش مثبت در نفرون ها رخ میده، چرا؟ چون اسید از بدن دفع بشه. پس اینم قابل انتظار. پس همون گزینه یک در واقع جواب این سوال بود. سوال 19 میگه در فردی که تازه وارد مرحله پس از زایمان شده باشه، این سوال کنکور 99 سراسریه. اصلا بچه‌ها این تیکش رو طراح فقط واسه این داده که یه مقدار شما رو به شک برد، مثلا یه نکته اضافه کرد، ولی این اصلا اثری نداره ها. یه فرد سوال فردی که بعد از زایمانش سوال است، یعنی چیز خاصی نداره، فقط یه مقدار هورمون های محرک شیرش و تولید شیرش بیشتر، یعنی اکسیتوسین و پرولاکتین، و به نوعی کمکاری پاراتیروئید دچاره. خب پاراتیروئید چیکار می‌کنه؟ کلسیم خون رو زیاد می‌کنه. پس الان کلسیم خونش میاد پایین. میگه عمل عضلات مختله. بله بچه‌ها، عضلات به کلسیم نیاز دارن برای انقباض. الان گفتیم. پس عمل عضلات مختل میشه. این درسته؟ و با افزایش تولید ترومبین روند انقباض مشکل دار میشه. روند انقباض هم مشکل میشه چون ما در انقباض هم کلسیم می‌کنیم. اما بچه‌ها، ترومبین یک پروتئین انقباضیه. در روند انقباض کاهش پیدا می‌کنه. پس وقتی کلسیم نباشه کم میشه، نه که زیاد بشه. اگه خوب بخواد زیاد بشه که خب خیلی خوبه، اصلا انعقاد میده. پس این غلطه. چرا؟ چون گفته افزایش تروم. پرکاری تیروئید، میگه آقا به پرکاری تیروئید مبتلا، ذخیره گلیکوژن کبد کاهش پیدا میکنه. وقتی تیروئید پرکار باشه خب متابولیسم بالا، مصرف گلوکوز بالا، گلیکوژن هم پلیمر گلوکوزه، پس میشکنه تا گلوکوز آزاد شه، پس ذخایر گلیکوژن کم میشه. پس اینجا درسته. اما فعالیت انواعی از آنزیم ها، بله دیگه، آنزیم های داخل در متابولیسم، وقتی متابولیسم زیاد شه آنزیم های متابولیسمی هم زیاد میشه. پس این درست. کم ترشحی بخش پسین عده هیپوفیز، یعنی چیا میداد؟ این اکسیتوسین میداد به علاوه دیگه ضد ادراری. میگه آقا اینجا کم ترشح شده، ترشح شیر کاهش میابه. بله اکسیتوسین هورمون در واقع ترشح شیر، تولید شیر گفتیم پرولاکتین، ترشحش اکسیتوسین، پس ترشح شیر کم میشه. اینجا درسته. حجم ادرار زیاد میشه، بله دیگه ضد ادراری کم شده، ضد ادراری حجم ادرار رو کم میکنه چون آب وارد بدن میکنه، بازجذب میکنه، بنابراین این هم درست. دال میگه پرکاری قشر فوق کلیه. قشر فوق کلیه چی داره بچه‌ها؟ آلدوسترون، کورتیزول و هورمون جنسی داره، درسته؟ اینجا زیاد شده فعالیتش، فعالیت مغز و استخوان ضعیف میشه. بچه ها ما میدونیم که اگه کورتیزول زیاد شه فعالیت های دستگاه ایمنی ما ضعیف میشه، التهاب کم میشه، کلا ایمنی ضعیف میشه. خب مغز و استخوان محل تولید سلولای ایمنی دیگه، نه یه محل خیلی مهمش مغز و استخوان تو فصل 14 میکنه، بنابراین مغز و استخوان فعالیتش در راستای تولید این سلولای سفید کم میشه. پس اینجا درسته. علائمی از خیز مشاهده میشه. آلدوسترون گفتیم که بچه‌ها جذب سدیم زیاد، باز جذب سدیم زیاد، دنبالش آب هم وارد بدن میشه، پس حجم خون رو زیاد میکنه، حجم خون متعاقب اون فشار خون هم زیاد میشه. قبوله؟ وقتی حجم خون زیاد شه فشار خون هم زیاد شه، بعد از اون چه اتفاقی میفته؟ خب آب وارد مایع میان بافتی میشه، ورود آب به مایع میان بافتی بیشتر میشه این میزان، و خب در نتیجه این باعث میشه تورم یا چه ادم به وجود بیاد، همون خیز. بنابراین این هم درسته. پس جواب این سوال شد همون گزینه یکش. سوال 20 میگه در گروهی از جانوران که از فرمون ها برای در واقع حضور شکارچی استفاده می کنن. بچه من یه چیزی اینجا واسهتون نوشتم، ببینید فرمون در 3 تا جانور دیده میشه، زنبور و مار و گربه. زنبور برای خطر حضور شکارچیه، مار برای جفتیابیه، گربه واسه تعیین قلمرو. نقش اینا رو کامل بدونید، اشتباه نکنید. میگه از فرمون برای هشدار خطر حضور شکارچی، پس چه زنبور دیگه. علاوه بر کمک به حرکت اسکلتش، علاوه بر کمک به حرکت وظیفه حفاظت، این وظیفه هر اسکلتیه بچه‌ها، پس این درست. انشعابات حفره گوارشی به گردش مواد در بدن کمک میکنن، پس یه جاندار داره حفره گوارشیه. اسکلت بدن در اثر تجمع مایع شکل، بعد دیگه اونایی که حفره گوارشی دارن اسکلتشون آبیستاییه،
درسته، فشار آب در واقع باعث ایجاد اسکلتشون میشه که همون مایع درون بدن، مثل هیدر، مثل هیدر، مثل عروس دریایی، اینا در واقع اینو اسکلت دادن. پس این هم درست. گزینه سه چی میگه بچه ها؟ میگه که روی هر یک از پاهای جلویی خود گیرندهای مکانیکی صدا دارن، یعنی جیر جیرک. با افزایش اندازه جانور باید اسکلت بزرگتر شه. بله بچه، باید بزرگتر شه، ولی در واقعیت نمیشه. ما هیچ وقت سوسکه یک متری، جیر جیرک یک متری نمیبینیم، کوچیک میبینیم. ولی این متن کتاب بچه ها. باید بزرگ بشه ولی نمیشه، فکت هستن. پس اینم درسته. واقعا عبارت گزینه سه، عبارت دو خیلی خوبی و استاندارد واسه طرح سوال نیست. یعنی دانش آموز واقعا به مشکل میخوره. شما حق دارید سر این گزینه شک بکنید، چون در واقعیت بزرگ نمیشه، ولی خب واقعا این انتظار بزرگ شدنه که نمیشه. میگه اونایی که قدرت راسپوردهی دارن و محلول نمک خیلی غلیظ رو به روده ترشح میکنن. با اینا بچه کدوم بودن؟ ماهیان بزرگی بودن یا نه؟ مثل مثلا کوسه. از نوع اسکلتشون از نوع درونی و دارای استخوان اسکلت استخون نداره. گفتیم دیگه ماهی قزروفی استخون نداره. ببینید این سوال گزینه 3 رو شک برانگیز، ولی گزینه 4ش خیلی غلطه. دیگه واضحه که اصلا باید گزینه 4 بزنید. با اینکه میدونم گزینه 3 واقعا شک برانگیز، ولی دیگه با وجود گزینه 4 شکی نمیمونه. قطعا گزینه 4 رو میزنیم و رد میشه. اینم از ادامه در واقع تست های زیست شناسی 11.